السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. بإجازه جناب بيان صاحب قاري صاحب محترم بقدر دوستي تشريف دارن ما سوري آي 21 سوري شريف أحزاب خدمت برادرات تلاوت کردم که الله سبحانه و تعالی در ایایه می فرماید که اراینه هست برای شما در تعلیم رسول الله صلی الله علیه و سلم پیدوی نیک، برای کسی که امید داره به خداوند جل جلاله و روز آخرت و یاد میکند خداوند را بسیار. در ایایه شریف سه مسئله را الله سبحانه و تعالی یاد می کسی که پیروی جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنه سی ویژگی داشته میباشه. یکی ایمان به خدا جل جلاله، دوم اعتقاد و امید به آخرت و ذکر زیاد الله سبحانه و تعالی. کسی که این سی ویژگی داشته باشه این پیرو خط رسول صلی الله علیه و سلم. بدل کسی به عرش حقیقت نمی رسد تا خاک ره احمد مرسل نمی شود. یتیمی که ناکرده قرآن درست کتب خانه چند ملت بشست. ما امروز درباره یک شخصیت بسیار بزرگ صحبت می کنیم که الله سبحانه و تعالی او را رحمت للعالمین میگه، رحمتا للعالمین. ولی متاسفانه مشکل دیست که ما مسلمان های عصر اوصاف او بزرگوار ندانستیم. مشکلات ما همی است که از دین فاصله داریم و به قایق دین پی نبردیم و مشکلات بسیار زیاد داریم. به قول یکی از علما که اونا می فرمایند که امروز اسلام و مسلمان ها چرا دچار مشکل هستند؟ یکی از طرف خود مسلمان ها. او افراد و اشخاص که از اسلام برداشت بسیار سطحی دارند. گفت پیغمبر که ارک احمق است، او عدوی ما و غول رهزن است. مولانا صد می فرماید وقتی برداشت سطحی باشه کاری را میکنه مثل که خوارج کردن، متاسفانه، چون برداشت سطحی است. و از طرف دیگه دشمنای کینه‌توز اسلام، کسایی که دشمنی با اسلام دارن، اونا میفهمند که اگر اسلام حاکم شوه ما هر چیز خود از دست میدیم، بنان دشمنی میکنن، توطئه میکنن. بر تقدیر از الله سبحانه و تعالی در این دهی آیت شریف ببینین که ایمان به خدای حکیم، او خدایی که ای همه کائنات هست کرده و نیستش میکنه. نظمی که در این جهان میبینیم ای خودش دلیل به وجود خدای حکیم است. هدایت و رهبری را که در این جهان می‌بینیم همش دلیل به وجود خدای حکیم است. چند مثال ساینسی خدمت برادرها به عرض می‌رسانم، هرچند صحبت ما در بابت شخصیت بسیار بزرگ است. ولی پیش از اینکه در سخنان داخل شویم، مشکل ما دور از مجلس ضعف اعتقاد است امروز. اگر یک جوانی را می‌بینی که او مسلمان است و نام خود تغییر داده، مثلا از محمد به مو، از زکی به زک و کارلوس و امثالهم، این را بفهمی که ایمانش بسیار ضعیف است. یک تردید داره، یک شک داره نسبت به دین. اگر تردید و شک نمی داشت ابدا این کار را نمی کرد. اگر جوانی را می بینی که نماز نمی خوانه، این را یقین داشته باش که ایمان ضعیف است. کوشش سر این شود که اعتقاد و ایمان یک مسلمان قوی شود. و چه رقم میشه؟ همیست که چیزی که قرآن
و سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفته او را باید بازگو کرد. بر تقدیر چند مثال عظمی، مثال های سانسی که در نظمی که الله سبحانه و تعالی در کائنات گذاشته و ای بدون یک مدبر نمیشه. و من یدبر الامر، خداوند در قرآن عظیم شان میفرما کیست که تدبیر کار میکنه در کائنات؟ کی هست؟ او انسان ماتریالیست، او انسان بی خدا. همین نظمی که تو میبینی سر خود امکان نداره. از دید یک ماتریالیست همه چیز روی تصادف است. همین زمین گردشش به دور محور خود در یک ساعت 1000 مایل است. 1000 مایل در یک ساعت. و این سرعت از این طور است که در او بدنظمی نیست. همیشه در یک ساعت 1000 مایل دور است، دور میزنه. و در یک ثانیه اودن 5 کیلومتر میشه. در یک ثانیه 5 کیلومتر. به قول مولانا صاحب میگه جنبش ما اردم خود اشهد است کو گواه ذوالجلال سرمد است. امی که ما جنبش میکنیم این دلالت به این میکنه که یک ذات بسیار حکیم است که ما را خلق کرده. بزرگی تنها نظام شمس ببینین برادرای عزیز. میگه نور آفتاب در 8 دقیقه و 20 ثانیه به زمین میرسه، در حالی که نور آفتاب با آخرین سیاره که پلوتون است در 5.5 ساعت در بر میگیره کجا میرسه. یعنی به می سرعت 300,000 کیلومتر در یک ثانیه 300,000 کیلومتر. کسایی که شک میکنه به این که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به معراج نرفتن، یک دفعه به سرعت نور توجه بکنن که یک مخلوقی از مخلوقات خدا سرعت 300,000 کیلومتر در یک ثانیه است و این علم اثبات کرده. نور آفتاب در 5.5 ساعت به پلوتون میرسه. یک مثال یکی از علما میزنه، اگر یک موتر به سرعت آیوی به طرف آفتاب حرکت بکنه، فرضاً یک فرض محال است، 106 ساله در بر میگیره که به آفتاب برسه. به می سرعت هیچ استاپ نکنه. اگر از آفتاب به طرف پلوتون حرکت بکنه 6000 ساله در بر میگیره. یک نظام شمس در حالی که بیرون ها سال نوری بین سیارات و ستاره ها و کهکشان ها است. خالق ازی الله سبحانه و تعالی است. اگر علما می فرماید که سرعت زمین 1000 مایل در یک ساعت است، اگر این به 200 مایل کاهش پیدا بکنه، یعنی 200 مایل شد بطی شد، چی واقع میشه؟ روزها 10 چند دراز میشه و شبها 10 چند دراز میشه و از دست کرمی که زندگی کرده نمیتونه. یعنی جو اتمسفر شما ببینید، یعنی زخامتی که داره، اگر کم باشه، کم باشه شهاب ثاقب زمین در میده. در شب ببینیم شهابی است، نوری است که به طرف زمین میاد. این جو زمین به اصطلاح اتمسفیر باعث میشه که این خونسا شود. این تمام از این نظم است در این کائنات. و ستاره بزرگی را که دانشمندان کشف کردند در این اواخر، حدوداً 5000 سال نوری از زمین فاصله داره. یعنی همین سرعت نور در یک ثانیه 300,000، در یک دقیقه ماسه بیشکو، در یک روز ماسه بیشکو، در یک هفته ماسه بیشکو، در 1000 سال ماسه بیشکو. ضرب 5000ش بکو از عقل بالا هست. 5000 سال در بر میگیره تا نورش به زمین میرسه. و قطرش هم 3 بیلیون کیلومتر است. در حالی که قطر زمین 13,000 کیلومتر است حدوداً. یعنی زمین در برابر نظام شمس به مسابه یک دانه خاشخاش در برابر یک بحر است. انسان چرا مغرور شود؟ چرا خدای خود یاد نکنه؟ ابر و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. اما از بحر تو سرگشته و فرمان بردار، شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. شرط انصاف نباشد که تو نماز نخونی. شرط انصاف نباشد که تو خدای تو نشناسی. این خدای حکیم ببینید. یک مثال از بدن انسان. در یک سر انسان ببینیم برادرای عزیز، چشم انسان، گوش انسان، بینی انسان، دهن انسان، 5 رقم آب داره. چشم انسان آب شور است به خاطر که ضد عفونی است. گوش انسان به خاطر از این تلخ است موادش که باعث میشه که حشرات یا چیز مضر داخل گوش نشه. آب بینی انسان چرا سرد است؟ به خاطر که مغز سرد نگاه بکنه. اگر این مغز انسان از بینی انسان پایین میاد. دهن انسان آبش چرا گوار است؟ به خاطر که لذت بکنه. ولی امی انسان غافل خدای خدا یاد نمیکنه و نه تنها که خدا را یاد نمیکنه بلکه رد هم میکنه.
در بدن یک انسان میگه عدوداً بدن انسان از 100 تریلیون اجره ساختش 100 تریلیون اجره به دل کسی به عرش حقیقت نمیرسد تا خاک ره احمد مرسل نمیشود به دل به سجود بندگی توهم باش تا بار نفس به دوش داری خم باش زین حجز که در کارگاه تینت توست الله نمیتوان شدن آدم باش فرعون ادعای خدایی کرد انا ربکم الاعلا یک بار شیطان برش ظاهر شد برش گفت که همین انگوری را که میخوری را مروارید ساختن میتونی نشناخت که شیطان است گفت نه گفتم میتونی گفت بله این را سحر کرد شیطان سحر کرد همین انگور در دست فرعون به مروارید تبدیل شد گفت عجب اینه استاد تو کجا بودی تو کی هستی گفت مایی بی فهم خود مردود شدم چون به آدم علیه السلام سجده نکردم و توی با این اماقتت ادعای خدایی میکنی انا ربکم الاعلا میگی بسیار جای تاسف است بر تقدیر الله سبحانه و تعالی برای ادایت بشر انبیاء علیهم السلام روان کرده چرا؟ حکمت ده چیز به خاطر که انسان از نظر عقل خدا را پیدا کرده نمیتونه درست است که قدرتهای خدا را دیده میتونه در این جای شک نیست ولی او دستور و او حکم خدا توسط انبیا بره بشر آمده به قول مولانا صاحب که میفرماید که عقل قربان کن به پیش مصطفی حسبی الله گو که الله هم کفا عقلت قربان کن در جایی که سخن پیغمبر است در جایی که حدیث صحیح است فهم تو نمیرسه تو تسلیم شو اگر تو ایمان به رسول داری اگر تو ایمان به قرآن داری عقل گرایی محض انسان گمراه میکنه بسیار افرادی دیده باشیم متاسفانه عقل گرای معز هستند عقل بهترین نعمت است چرا عقل است که انسان شریعت درک میکنه خدای خودم میشناسه مگم این عقل ضرورت به رهبری داره رهبریش توسط کتب است توسط انبیا است چرا ببینیم که علم بشر روز به روز در حالت انکشاف است ولی علم خدا خدای حکیم ازلی و ابدی است او توسط انبیا ای دانش برای بشر آورده که آخرش جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم است. تمدن بشری برادرای عزیز یکی ظاهرش است و یکی باطنش است. ظاهرش تمدن بشری ما امروز می‌بینیم که علما و دانشمندا کار کردن بسیار چیزا را ساختن. و این عقلی بود که ساختن. این مغزی بود که خداوند برشان عطا کرد جور کرد. این طیاره امروزی که ما شما می‌بینیم صدها انجینر این را سرش کار کرده. صدها سال بلاخره با این مره. شاید سالهای دیگه بیا که از این که بهترش جور کنن. ولی خدای خدا باید فراموش نکنی. میگه پرواز بندگی به خدایی نمیرسد. های خاک باش. بلند است آسمان. حضرت بیدل سلم میفرمان. میگه پادشاه منکر خدا بود. مثل ایتیست های یا ماتریالست ها. چرا دید ماتریالست بسیار تنگ است. میگه به قول مولانا صاحب میگه تو جهان را قدر دیده دیده ای کو جهان سبلت چرا مالیده ای او جهان لایتنایی کجاست تو چی دیدی با چند علمی که خواندی با چند کتابی که خواندی مغرور شدی او علم پروردگار را ببینین که چی علمی است که به انسان بسیار کمش عطا کرده بسیار کم پادشاهی به قول اصطلاحات پیشتر ملحد بود یعنی اعتقاد به خدا نداشت تمام نظامات میدید مگم همیشه میگفت که سر خود است. همه چیز روی تصادف است. اگر ما امروز چشم ما بینا هست در بهترین موقعیت است تصادف است. اگر دست ما به شکلی است که پنجه ها قاط میشه و ما میتونیم به اصطلاح همین شست کلان را ببینید شما اگر این نباشه همین تکمه یخن خودم یک نفر باز کرده نمیتونه دیگر خود چی میکنه. این کلش روی تصادف است. اگر گوشا پکه داره به خاطر که جهت صوت مشخص کلش روی تصادف. ولی دین میگه نه پش ای تصادف نیست کلش روی حکمت است و ذات حکیم چون از عقل و دانش تو بالا ذات تو میخوایی با دانش محدود خود ذات خدا را درک بکنی تو ببین مخلوقات خدا را پس شکی داند که این باغ است کی است کو بهاران زاد و مرگشته است درده است پس شک کجاست یک باغ بزرگ ببین پس یک کوچک کجا میفهمه که این باغ است کی است یا از کی است او بهارا در بهار پیدا شده و در مای جدی از بین میره انسان تسلیم الله سبحانه و تعالی باشه و تسلیم انبیا با
به خصوص جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم که آخری کتاب آورده. ای پادشاه منکر وجود خدا بود، وزیرش انسان موحد بود، یک تا پرست بود، با خدا بود، همیشه از خدا یاد میکرد، همیشه از قدرتهای خدا یاد میکرد، ولی میگه گوش کر بفروش، گوش خر بخر، گوش کر بهتر بود از گوش کر خر، گوش خر بهتر بود از گوش کر، یعنی گوشی که ببینید گوش خر بسیار زشت است، ولی از گوشی که حرف حقیقتا نمیشنوه امو گوش خوب است. خب همیشه برش دلایل میگفت، مگم نمیشنید. یک روز ایره گفت بیا یک سفر میکنیم. یک جای دور ایره برد در قاط یک جنگل، بردش در داخل جنگل که خانه بسیار پاک منظم رنگ کده، هر چیز داخل خانه بسیار منظم است. پادشاه برای وزیر گفت که این خانه کی را جور کرده؟ گفت این را کس جور نکرده، این خودش روی تصادف شده، به خاطر از اینکه در این جنگل کیمیا وقت خود ضایع میکنه و در اینجا کار میکنه، در حالی که انسان ها در اینجا نمیان، فقط روی تصادف است. پادشاه برش گفت ببین تو ما را میخوای احمق بسازی؟ چطور امکان داره؟ اینطور یک خانه پاک منظم دیزاین بسیار خوب و همه چیز برای معیشت یک انسان فراهم، این روی تصادف امکان نداره. خب وزیر برش گفت ببین وقتی که خودت یک خانه را قبول کرده نمیتونی که روی تصادف با وجود میاد، چطور میگی که کائنات همش روی تصادف است؟ زمین روی تصادف است، مهتاب روی تصادف است، همه چیز روی تصادف است. همین جمعی باشه که پادشاه تسلیم میشه، میگه واقعا یک منطق درست برم. وزیر برش میگه که این خانه را من آباد کردم به خاطر از اینکه من تو را متقاعد بسازم به اینکه خدای هست و خالقی کائنات الله سبحانه و تعالی است. خانه با بنا بود معقول تر یا که بی بنا بگوی بی هنر. مولانا صاحب میفرماید که خانه با بنا بود معقول تر. یه خانه را میبینی بنا گلکار، میگی خانه را فلان گلکار آباد کرد، این معقول تر است یا که بگوی خانه بی بنا هست؟ کدامش معقول تر است؟ او بی هنر، او ماتریالیست، او انسان از خدا غیر. بر تقدیر جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم در قرآن عظیم شان الله سبحانه و تعالی می فرماید که وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ما نفرستادیم تو را مگر رحمتی بر تمام عالمیان. ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها می فرماید کان خلقه القرآن، اخلاق رسول صلی الله علیه و سلم همش قرآن بود، سراسر قرآن بود، چیزی که می گفت از قرآن بود و عمل کردش مطابق قرآن بود. چطور می توانیم یک شوهر خوب، یک پدر خوب، یک پدرکلان خوب، یک مربی خوب، بالاخره یک انسان خوب باشیم؟ تنها و تنها وقتی می توانیم که از فرموده های رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چی بکنیم؟ پیروی بکنیم. جنابشان می فرماید که با زنان رفتار نیک نمایید. برای مردان توصیه می کنه پیامبر صلی الله علیه وسلم که با زنان رفتار نیک نمایید. خیارکم خیارکم لنسائهم، بهترین شما بهترین شما با زنانشان است. یعنی کسایی که بهتر هستن از چی معلوم میشه؟ انسان بهتر بعد از ایمان به خدا و رسول و به دین داره که او خوبتر خوبتری، یعنی صفات حمیدی در چی معلوم میشه؟ که با خانم خود روی نیک داشته باشه. در خانه یک انسان باشه نیک، در بیرون شاید یک انسان تظاهر بکنه، مگم در درون خانه بسیار مسئله مهم است. چرا؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم در درون خانه او انسانی بود که حدیثی را که ما میخوانیم حال شما ببینین چی روشی داشته. روششان با خانمایشان در خانه، آن حضرت صلی الله علیه وسلم، حضرت بی بی عایشه صدیقه رضی الله عنها میفرماید که نرم خوترین و گرامی ترین انسان بود. نرم خو بود پیغمبر صلی الله علیه وسلم، زشت نبود، همواره خوشرو و متبسم بود. در خانه که داخل میشد خوشرو بود و متبسم بود. وقتی که در خانه داخل میشد السلام علیکم میگفت. امروز یک مرد که داخل میشه منتظر میمونه که خانم سلام بده یا منتظر میمونه که اولادا سلام بده، چون میگه من کلان هستم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگفت السلام علیکم وقتی داخل خانه میشد. آن حضرت صلی الله علیه و سلم میفرماین، میگه هر چه ایمان انسان کامل تر باشد با امسرش بهتر اظهار محبت میکند. کسی که ایمانش کامل باشه او به طرف، یعنی ایمان کامل داشته باشه، با امسرش اظهار محبت میکند.
یک بار آن حضرت صلی الله علیه و سلم روش پیغمبر صلی الله علیه و سلم ببینید که در خانه چقدر یک انسان نرم خو بودن، در بیرون نرم خو بودن و انسان نیک بودن که تمام صفات حمیده در وجودشان بود. و پیغمبر صلی الله علیه و سلم چون خداوند این اخلاق نیکو را برشان عطا کرده بود، چون او یک اسوه بود برای ما، او یک مربی بود، او یک معلم است برای ما. انس رضی الله عنه میگه که من کسی را ندیدم که مانند رسول نسبت به خانواده‌اش مهربان باشد. انس رضی الله عنه یکی از اصحاب است که 10 سال در خدمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود. من هیچ کس را ندیدم که مثل رسول صلی الله علیه و سلم با خانواده‌اش مهربان باشد. یک بار آن حضرت صلی الله علیه و سلم با بی عایشه صدیقه مسابقه دوش میدن، یعنی در محوطه اولی خود خانم خدا بی عایشه صدیقه را میگه که بیا که دوش بکنیم. خب اردو دوش میکنن، حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیش میشه. حضرت بی عایشه حدیثی است ازشان، میگه چند وقت بعد باز ما برش گفتم که بیا یک مسابقه دوش بدیم. این بار پیغمبر صلی الله علیه و سلم خود پس کشید، گفت برو. یک بار تو پیش شد، یک بار ما پیش شدیم، یک بار تو پیش شدی. خلاص. مناقشه زنان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. حضرت عمر رضی الله عنه میگه، میفرماید که ما پیش از اسلام به زن حیثیت قائل ما نبودیم. یک بار چیزی را فکر میکردم، خانم محمد گفت که چی فکر میکنی؟ ای پسر خطاب. گفت من برش گفتم که این به تو چی کار است که من چی فکر میکنم؟ گفت عجب، دخترت حفصه با پیغمبر صلی الله علیه و سلم زبان بدل میکنه و مناقشه میکنه و تو مرا نمیمونی که حرف بزنم. و من گفتم نمیکنه. گفت میکنه. خب رفتم دختر خود خواستم و برای صحبت کردم که شما با پیغمبر صلی الله علیه و سلم مناقشه میکنین، زبان بدل میکنین؟ گفت بله آما میکنین. گفت من برش گفتم که بعد از این نکو این کارا، اگر مرا خوش میسازی این کارا نکو. بر تقدیر پیغمبر صلی الله علیه و سلم اخلاق پسندیده داشت که حتی خانمایش در عرفی که میزد در مسائل دنیوی عرف میزد بایش، مناقشه میکرد، میگفت نه ای تو نیست. رسول صلی الله علیه و سلم میفرماید که خیرکم خیرکم لأهله و انا خیرکم لأهلی. بهترین شما کسی است که با خانوادهش خوب باشد و من بهترین شما نسبت به خانواده هستم. باز از حضرت عایشه رضی الله عنها روایت است که پرسانش کردند که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در خانه چی میکردند. بی عایشه صدیقه رضی الله عنها گفتند که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در کارهای خانه شرکت میکردند. حال یک نفر در افغانستان مثلا اگر مرد با خانم خود در خانه کمک میکرد، باز همون کسایی که دوستاش بود یا خشوا بود، یک آدم زنچوس ایره تو سیکو که زنا رفته کار میکنه، یک کمک میکنه. در حالی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بهترین مخلوقات، شخصیت بزرگ، امام انبیاء علیهم السلام، در درون خانه خود همکاری میکرد و این نهایت اخلاق پیغمبر علیه السلام نشان میده. بر تقدیر پیغمبر صلی الله علیه و سلم با خانمایشان مشورت میکردند. یعنی یک روایتی را ما شنیدیم که از زبان پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل کردن، حدیث ضعیف است که میگه با خانما مشورت بکنیم باز خلافش بکنیم، در حالی که حرف این سخن غلط است و محدثین این حدیث تضعیف کردن. یکی از مشوره های بسیار جامع یکی از خانمایش که ام سلمه نام داشت در غزوه، در صلح حدیبیه، در اونجا در وقتی که صلح حدیبیه واقع شد، مسلمین که به اشتیاق عمره رفته بودن همشان متاثر شدن، گفتن ما این صلح را قبول نداریم به خاطر از اینکه اینال ما 10 سال متارکه بکنیم با سال بعد به این برتقدیر 10 ماده او تصویب شد توسط پیغمبر صلی الله علیه و سلم با مشرکین مکه. در اینجا پیغمبر علیه السلام برشان گفت که این را قبول بکنید. بر تقدیر اینا بسیار متاثر بودند که وقتی ماده 10 ماده را دیدن کلش خلاف خود تصور میکرد، در حالی که حکمت در پشت از او بود. اما بود که وقتی که اینا را گفت که شما از احرام خود بکشین و علق بکنین، مویایتان کوتاه بکنین یا علق بکنین، اینا چون بسیار متاثر بودند حرف پیغمبر علیه السلام را سهلنگاری کردند، توجه نکردن، بسیار متاثر بودن. در مو جایی که ام سلمه پیغمبر علیه السلام خانمشان بود، ایجا آمد گفت که امروز عرف مرا صحابه نشنیدن و میترسم که عذاب نبه، هلاک نشن.
یک مشوره بسیار جامع ام سلمه برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم میته که برای پیغمبر رسال میره میگه برو پیش روی ازیا خودت الکو یا مویایت کوتاکو از احرام برای ببین که یکی یا ناباز میرن. امی کارا میکنه. وقت پیغمبر علیه السلام این کارا کرد، صحابه همشان خیستن از احرام خود کشیدن و موی سر کوتاه کردن یا الک کردن. بر تقدیر این مشوره با خانم ها یک چیزی بود که پیغمبر علیه السلام این کارا میکرد. مسئله تعدد زوجات چون فرصت کم است برای ما اشاره کردن که 10 دقیقه وقت مانده، شاید 5 دقیقه شام تیر شده باشه. همیشه به این مسائل وقت بسیار زیق میشه، کم میشه. بر تقدیر این بحث است که سر هر موضوع باید صحبت های بسیار زیاد شود. ما بسیار به طور فشرده و به سرعت میخوایم که مسئله را که اینجا اقتباس کردیم پیش خود گرفتیم اینو ختم بسازم. مسئله تعدد زوجات رسول صلی الله علیه و سلم، بعضی افراد ناآگاه بی خبر از خدا و دشمن خدا اونا حرفایی را میزنن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم متهم به این میکنن که چرا پیغمبر علیه السلام خانم های زیاد گرفته. نعوذ بالله، حرفای بسیار رکیک زشت. از جمله در تلویزیون ها ما افرادی را میبینیم که میگه ایمان رسول کامل نبود. عجیب است، ایمان رسول وقتی کامل نباشه است که کامل میشه. همیس که ایره میگه جهل مرکب، یک جهل مرکب است یک جهل بسیط. جهل مرکب اوست که یک نفر نمیدونه مگر فکر میکنه که من میدونم. جهل بسیط اوست که یک نفر نمیدونه مگر میدونه که من نمیدونم. آن کس که نداند که نداند که نداند در جهل مرکب ابد و دهر بماند. کسی که نمیدونه و نمیدونه که نمیدونه. آن کس که نداند و بداند که نداند لنگان خرک خیش به منزل برساند. این افرادی را که ما در تلویزیون ها برادر عزیز میبینیم پیغمبر صلی الله علیه و سلم توهین میکنه و میگه به خدا را وقتی که توهین بکنی استهزا بکنی کفر نیست. این افرادی هستند که گماشته شده هستند یا نهایت جاهل هستند، بسیار جاهل هستند که اینا چیزی را نمیدانند، ولی چند نفری را میبینید که دنبال روی افراد میشه. ما توصیه ما به جوان ها ایست که این افراد باید شناخته شود. عرف از اینا قابل پذیرش نیست. به قول مولانا صاحب میگه چون نداری دانش آهنگری ریش مو سوزد چون آنجا بگذری. امی آهنگری هم یک دانشکار داره. وقتی که تو دانش فهم دین نداری چرا حرف میزنی در بابت دین؟ دیگه مسائل بسیار است، در اون مسائل که وارد است در اون مسئله حرف بزن. بر تقدیر اولا که پیغمبر صلی الله علیه وسلم ببینین که سنشان از 50 بالا بود که خانم دوم گرفتن، در حالی که خانم اولشان فوت کرده بود. بی بی خدیجه رضی الله عنها پیغمبر صلی الله علیه وسلم 25 سال داشت و بی بی خدیجه رضی الله عنها 40 سال داشت. یعنی 25 سال اوج جوانی خود با بی بی خدیجه رضی الله عنها سپری کرده. وقتی که بی بی خدیجه فوت کردن بعد از او سوده یک خانمی که سنشان از پیغمبر صلی الله علیه وسلم کده زیاد بود او را گرفتن، در حالی که شوهرشان وقتی که اجرت کرده بود پس می فوت میکنه 4 اولاد می داشته باشه بی سرپرست می باشه. بر تقدیر تمام خانمایی را که پیغمبر علیه السلام گرفته یک موضوع را بفهم که از سن 50 بالا است. یعنی در اون وقت کسایی که پیغمبر علیه السلام نعوذ بالله متهم به بعضی چیزا میکنه یه حرفشان پوچ و بسیار بی اساس است. دومی که یک نفر نعوذ بالله اگر انسان شهوتران هست او باز بیوه ها را چی میکنه؟ او خانمایی که طفل داره او را چی میکنه؟ او میره دخترای جوانی را میگیره. از تمام خانمای پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیوه بودن و اونا اولادایی داشتن بجز از بی بی عایشه صدیقه رضی الله عنها که او دختر بودن وقتی که پیغمبر رسان باشان ازدواج کردن. بر تقدیر تعدد زوجات یعنی زیاد بودن، زیاد یعنی از یک اضافه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم ای خانم گرفته، اولا ای شهکار اسلام نیست به اصطلاح یا نوآوری اسلام نیست. تعدد زوجات در ادیان پیشتر بوده. یک شما تاریخ بخوانین برادرای عزیز، چنگیز خان 500 زن داشت. 500 زن، ای جنایتکار قرن 13، 500 زن. در تعدد زوجات پیغمبر صلی الله علیه وسلم حکمت تعلیمی در اون نهفته است، حکمت تشریحی نهفته است، حکمت اجتماعی نهفته است، حکمت سیاسی نهفته است. اول خانمای پیغمبر صلی الله علیه و سلم معلمین دیگه خانما بودن و محدثین بودن. از تنها از بی بی عایشه صدیقه رضی الله عنها 2000 حدیث کم و بیش روایت شده، یعنی ابو هریره و عبدالله بن عمر رضی الله عنهما اینا بیشتر از بی بی عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت کردن. بعد از اون بی بی عایشه صدیقه است، یعنی زیادترین حدیث بعد از دو نفر روایت کرده. و خانمای پیغمبر صلی الله علیه و سلم چون معلمین خانمای مسلمان ها بودن و پیغمبر صلی الله علیه و سلم برکار نمیتونست برسه بنان اینا را تربیت کرده بود. دیگه حکمت تشریعی شی بود که مثلا
با زینب رضی الله عنها که وقتی که ازدواج میکنن مسئله در اونجا فرزند خواندگی میباشه که در بین عرب مروج میباشه، یک کسی که یک بچه خوانده می داشته باشه مثل بچه خودش ارث میبره، مثل بچه خودش با معارم میشینه و میخیزه، به خاطر از حکمت الله سبحانه و تعالی حکمت دی بود که پیغمبر صلی الله علیه و سلم با بی زینب ازدواج بکنه تا این مسئله فرزند خواندگی بر همیشه محو بشه. حکمت اجتماعیش یک مثال میزنیم، ازدواج پیغمبر صلی الله علیه و سلم با بی بی عایشه صدیقه دختر ابوبکر صدیق رضی الله عنه و حفصه دختر حضرت عمر رضی الله عنه به خاطر ازی بود که پیغمبر علیه السلام با این دو یار خود روابط خود قوی تر بسازه و با حضرت عثمان رضی الله عنه دو دختر خود یکی پی دیگه دادن که را زنورین هم میخاطر میگه و با علی رضی الله عنه بی بی فاطمه زهرا را دادن. بنان یک متایی را که ما میبینیم در این مسئله وقتی که از این مسائل صحبت میکنیم، در هر قسمت از این صحبت ها باید زیاد شود، در اطرافش باید بسیار صحبت شود. حکمت سیاسی شی بود که مثلا با صفیه رضی الله عنها وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم ازدواج میکنه، یک زن هست که او بیوه هست، اما قبیله و اما تبارش به اصطلاح همش مسلمان میشه یا خانم دیگهش، بر تقدیر یعنی تعدد زوجات پیغمبر صلی الله علیه و سلم روی حکمت ها بوده که دو مسئله را باید ما و شما فراموش نکنیم، یکی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم سنش از 50 بالا بوده، دیگه ای که تمام خانما بیوه بودن، شوهرایشان یا در جهاد شهید شدن یا ایست که در حالت هجرت فوت کردن، پیغمبر صلی الله علیه و سلم به خاطر از اینکه سرپرست از اونا شده باشه و متولی از اونا شده باشه و با اطفالشان کمک کرده باشه، اینا را به عقد نکاح خود در آورد و ای ازواج مطهرات مادرای ما مسلمان ها هستن. ما مادرای ما مسلمان ها هستن. سخن آخر پیغمبر صلی الله علیه و سلم، ببینید برادرای عزیز محترم، دو سخن است در آخر وقتی که رحلت میکنه. با زنان نیکی کنید، با زنان نیکی کنید و نماز نماز نماز، نقش معکوس نگین از سجده میگردد درست، سرنوشت واژگون را راست میسازد نماز. یک مسئله برادرای عزیز محترم، اگر ما در خانه مرد و زن نماز نخوانه، اولاد از چی یاد بگیره؟ برادر عزیز، نزدیکترین آلت بنده به خدا همی سجده هست. پروردگار سجده را از بنده دوست دارد، در حالی که بسیار بی‌نیاز است. الا بذکر الله تطمئن القلوب، آگاه باشید که با ذکر خدا قلب ها مطمئن میشه. وقتی که بدن انسان میگه آلوده میشه، با آب پاک میشه. وقتی که روح انسان ضرورت پیدا میکنه و ضرورت داره، او به عبادت او پاک میشه. هر بار که ما نماز میخوانیم خدا را یاد میکنیم، امیست که در اونجا متوجه باشیم که امر پروردگار است. یک داستان بسیار کوتاه هم خدمت برادرها به عرض میرسانم، صحبت ها را تمام میکنم. این صحبت هایی که شد که حقوق خانما بالای شوهرها بود، خانما متوجه باشند که شوهران بالای خانما حقی دارند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که اگر سجده دوم جواز می بود، من خانما را میگفتم که برای شوهرای خود سجده بکنه، در حالی که سجده دوم جواز نداره. بر تقدیر یعنی خانما متوجه باشند که شوهرایشون هم خیلی خوب دارن و در درون فامیل محبت اساس هر کار است، گذشت و صبر. ما متاسفانه در کمیونیتی خود ببینید، امروز برادر عزیز بیشتر از هزارها کیس طلاق داریم، در حالی که بدترین حلال نزد الله سبحانه و تعالی طلاق است. چرا منتج به این میشه؟ به خاطر که دوجه صبر نیست، دوجه گذشت نیست، دوجه حوصله نیست، دوجه زیر تاثیر این محیط رفتن. این محیط چیزهای خوبش باید ما و شما بگیریم، چیزهایی که او به درد نمیخوره، من حیث یک مسلمان، من حیث یک انسان بگذاریم به خودشان. بر تقدیر یک خانم میگه تازه عروسی کرده بود، خانه شوهر خود رفت و بعد از گذشته چند روز شوهرش متوجه شد که خانم هیچ دست به کار نمیکنه، کار نمیکنه، مادرش همه کار میکنه. با مادر خود مشورت کرد، گفت که این خانم اول ما چرا که من هنوز عروس است، خب بعد چند روز هم تیر شده، باید یکان کار بکنم. مادرش برش گفت خی بچیم، سبای تو میکنیم که وقتی که جارو شد، ما جارو نمیگم تو بیا از دست ما بگو نه مادر ما جارو میکنم، باز تو بگو نه من مادر جارو، من میگم نه بچه من جارو میکنم. بر تقدیر ای فردا که شد، صاحب یا به خاطر از اینکه ای خانم در کار بفته، اینا همی کار کردن، خانم از اتاق بالا پایین شد، گفت چی گال مقال است، چی گپس ای صبح؟ شوهر گفت که این مادرم جارو میکنه، مرا نمیمونه، من میخوام جارو کنم، میگه نه. من گفت هیچ مشکل نداره، خود نوبت کن یک روز خودت بکن، یک روز مادرت بکنه، چی مشکل است؟ بر تقدیر
یعنی حرف هم از سخن شوخی مده شوخی بوده قسمت که خانم‌ها متوجه باشند که شوهرها حقوقی دارند و به خاطر تربیت اولاد در این محیط یگانه رایی است که احترام گذاشتن به یکی دیگر و در مقابل یکی دیگر از گذشت و صبر و اخلاق استفاده کردن و نمیشه اینا مگر در نقش قدم پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودن. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. از برادرایی که کنفرانس گرفتن بسیار تشکر میکنم، از بنده دعوت کردن، خداوند اجر بده ایشان. امید است که در سالهای دیگه هم ما این کنفرانس ها را داشته باشیم. میبینیم بسیار زحمت میکشه، ان شاء الله اینا خالی از اجر نیست. برادرایی که در قسمت امار مسجد کوشش کردن و چندین سال است الحمدلله مسجد داریم، غنیمت است و خداوند و کسایی که در بزرگا در بورد بودن امروز در بین ما نیستن، مثل جناب وکیل صاحب، دیگه بزرگایی که فوت کردن، خواجه صاحب و حق نظر صاحب، دکتر صاحب، اینا را خداوند مغفرت بکنه. ان شاء الله اینمی سخنا وقتی که در این مسجد گفته میشه، نماز خوانده میشه و کسایی که اساس و بنیاد این مسجد گذاشتن در قدم اول زحمت که کلی زحمت که مگر اونا در راست قرار گرفتن، ان شاء الله اجر هستن، هرچند در بین ما شما نیستن. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین، الحمدلله رب العالمین. بسیار افهم میخوام اگر چند دقیقه